سلام دوستان، دقت بفرمایید. در اینجا بادی دوم رو میخوایم، بادی دومی که نوشتم رو با هم دیگه بررسی میکنیم دوستان. این بادی پاراگراف دومه، اما قبل از اینکه بخوایم این بادی پاراگراف رو بخونیم، باز میخوام برگردم به یک نکته بسیار مهم به لحاظ تکنیک نوشتم. ببینید دوستان، در این اسی از در واقع دو تا نظر مطرح شد. یک نظر اینکه زندگی تینیج زندگی شادی هست، و یکی دیگه این که آیا زندگی ادالت، زندگی بزرگسالی، در واقع زندگی شادتری هست. و ما دوستان همونطور که عرض کردم به لحاظ سازماندهی، چون سازماندهی یک اسی بسیار مهمه، اینکه ما چطور بنویسیم، چطور تمیز بنویسیم خیلی مهمه. ببینید دوستان، در بادی دوم، در بادی پاراگراف دوم، من میخوام مزیت های زندگی در دوران، در واقع در بادی اول اومدیم چیکار کردیم؟ در بادی اول دوستان اومدیم به مزیت های زندگی در بزرگسالی پرداختیم. بادی اول رو که قبلش با هم دیگه خوندیم، اومدیم گفتیم بله، در بزرگسالی مثلا این خوبی ها رو داره. حالا میتونیم در به طور کلی بیایم اینجوری، یعنی سازماندهی کنیم که در یک بادی پاراگراف بیایم خوبی های بزرگسالی رو بگیم، در یک بادی پاراگراف بیایم در واقع خوبی های تینیج رو بگیم، و خب بدی هاشون رو هم میتونیم بگیم. اوکی، یعنی یه بادی پاراگراف رو اختصاص بدیم به تینیج، یه بادی پاراگراف رو اختصاص بدیم به در واقع ادالت لایف، و بعد نظر کلی خودمون رو در یه بادی دیگه مثلا میتونیم توضیح بدیم. این به لحاظ سازماندهی هست. ما سازماندهی رو به صورت کاملا سلیقه‌ای میتونیم انجام بدیم. یعنی شما میتونید اصلا بدی ها رو فقط بگید یا فقط خوبی ها رو بگید، و در نهایت اون نتیجه و نظر مورد اونچه که نظر واقعی خودتون هست رو هم بگنجونید. اوکی، یعنی هر کس دوستان میتونه یه جور بنویسه، اینجور نیست به هیچ عنوان که دو نفر مثل هم بنویسن، یا به هیچ عنوان من این رو توصیه نمی کنم که مثلا بیایم حتما اینجوری بنویسیم. نه دوستان، همونطور که عرض کردم در ابتدا، از همون در واقع قسمت های اول که من توضیح میدادم، همیشه این رو میگفتم دوستان که ما هیچ به قول معروف قاعده کلی یا وحی منزلی نداریم که شما حتما باید اینجوری بنویسید. نه دوستان، رایتینگ در واقع یه جولانگاه برای کسانی که میخوان خلاق باشن. و دوستان اتفاقا نوشته هایی که خلاقیت بیشتری در اونها به خرج بدیم، به شرط اینکه همونطور که عرض کردم بر روی موضوع کاملا متمرکز باشیم و اون چه که می‌نویسیم واقعا پاسخ به سوال باشه، مطمئن باشید که این از طرف اگزامینر خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، و اگزامینر مطمئن باشید نکته اون در واقع به خلاقیت نمره بالاتری میده. و خلاقیت هست دوستان که خودش رو میتونه توی رایتینگ نشون بده. بعضی از واقعا هست دوستانی که شاگرد هستن در کلاس هایی مثل کلاس آیلتس یا تافل، ولی به خاطر استعدادی که در نوشتن دارن و خلاقیتی که در نوشتن به خرج میدن، دوستان حتی میتونن از بعضی اساتید هم بهتر بنویسن. دوستان اصولا نوشتن خلاقیت نیاز داره، و کلیشه ای نوشتن دوستان پوینت خیلی بالایی نمیتونه داشته باشه. به عنوان مثال اگه بخوام شفاف کنم ذهنتون رو، اگه یک نوشته ای که کلیشه ای نوشته شده اما خوب نوشته شده، بر صورت منظور رو میرسونه رو در نظر بگیرید، این میتونه این نمره مثل 6 یا 6 و نیم داشته باشه، اما یک نوشته خلاقانه میتونه نمره. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.